جمهوری اسلامی در تدارک برگزاری 35 مراسم سالگرد انقلاب اسلامی در ایران است. در پی انقلاب اسلامی در ایران مردم ایران به کجا رسیدند؟ 35 سال پس از رهبری انقلاب اسلامی توسط آیت الله خمینی، آیا زنان ایرانی به حقوق بیشتری دست یافتند یا آنچه را که در پیش از انقلاب در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و خانوادگی داشتند از دست دادند؟ آیا اقتصاد ایران آنگونه که پیش از انقلاب توسط انقلابیون تعریف می‌شد که وابسته بود از وابستگی رهایی یافت و ایران به اقتصادی مستقل و امکان پذیر در این زمینه دست یافت؟ آیا جوانان ایرانی، نسل کنونی ایران برآمده از انقلاب، آینده‌ای روشن‌تر از همسن‌های خود در پیش از انقلاب داشتند و دارند؟ پرسش‌ها بسیار است در این زمینه. 35 سال پس از انقلاب اسلامی در ایران نگاهی میاندازیم به اوضاع جاری در ایران زیر سلطه ولایت فقیه. با من و شما هستند در لندن آقای ناصر محمدی، روزنامه‌نگار، و در واشنگتن آقای اردوان روزبه، روزنامه‌نگار، مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. از واشنگتن سرد و یخبندان به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که به تماشای تفسیر خبر نشسته اید سلام میگویم و همچنین در استودیو به آقای ناصر محمدی عزیز سلام. درود بر شما جناب شالنگی و جناب روزبه و شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا در هر کجای این گیتی پهناور که هستن، به ویژه هموطنانمون در ایران. شاه کشور ما را ویران کرد، گورستانهای ما را آباد کرد. این حرف آقای خمینی بود، آیت الله خمینی، ساعتی پس از ورودش به ایران در بهشت زهرا، در نخستین سخنرانی خود در ایران پس از 15 سال دوری از وطن. 35 سال بعد از چنین سخنانی، از همین نظر آیا ایران آباد شده و گورستان‌ها ویران چه شد؟ نگاه شما رو می‌بینم. والا جناب شالنگی، اگر بخوایم نگاه بکنیم به این که به هر حال در این 35 ساله چه تغییراتی روی داده، خب قاعدتاً باید به جنبه‌های مثبت و منفیش نگاه بکنیم. و من با کمال صداقت عرض می‌کنم، هر چی می‌گردم که نکات مثبت رو پیدا کنم کم پیدا میکنم. البته شاید طرفداران جمهوری اسلامی نکات مثبتی رو ببینن، ولی وقتی نگاه میکنیم که خب به هر حال انقلاب که کردند، یکی از مسائل عمده‌ای که عنوان میکردن مسئله نقض حقوق بشر بود، دیگر این که ما وابسته هستیم به غرب و زیر سلطه غرب هستیم، و دیگر این که در مملکت آزادی وجود ندارد، حق و حقوق مردم خورده میشه، اقتصاد پایمال شده و همونجوری که اشاره کردید به قول آقای خمینی شهرها را ویران کردند و قبرستانها را آباد. ولی واقعیت این نبود که واقعا تشریح میکردند. ممکن بود حقوق بشر در بعضی موارد نقض بشود و بیشتر تبلیغات روی همین جنبه بود،
اما خب ما میبینیم که خب به هر حال اگر فرض بکنید دشمنانی باشن که مسلحانه حمله بکنن به مراکز نظامی، به مراکز انتظامی، خب چیزی غیر از این که بیارن محاکمشون کنن در پیش نخواهد بود. لااقل اون موقع محاکمه ای بود. از نظر حقوق بشر که میدانیم سالهای متوالی است پشت سر هم شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی رو محکوم کرده. از نظر اقتصاد بله میگویند که استقلال پیدا کردیم، ولی امروز با همین خبرهای روز که مقایسه بکنیم میبینیم بعد از 35 سال به التماس به درگاه آمریکا میرن که این تحریم ها رو که هست اندکی سهلتر بکند، آسانتر بکند، تحریم ها رو ورداره، که مثلا اظهار خوشحالی میکنن که حالا آمریکا فلان تحریم نفتکش ها رو برداشت، تحریم فرض بکنید صدور مواد پتروشیمی رو برداشت. آیا واقعا چنین چیزی در مخیله افرادی که انقلاب کردند بود؟ من باور نمی کنم. حتی آقای خمینی هم خب به هر حال بحثشون این بود که یک حکومت اسلامی درست بشه، اما حکومت به قول آقای کروبی این حکومت نه اسلامی است و نه جمهوری است، و اساسا آنچه که در رفراندوم فروردین ماه در واقع از مردم توانستند رأی بگیرند، جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، هنوز هم برای خیلی ها روشن نیست که بالاخره این ولایت فقیه یعنی چه. هنوز هم خودشون دعوا دارن. بنابراین نمیتوانیم بگوییم که به سوی جنبه های مثبت حرکت کرده. به نظر من بسیار زیان کردیم، چه از نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی، به گونه ای که امروز زیر سلطه روسیه هستیم، حتی جایی وابسته به مسئله سوریه و اینها هستیم که یک آدمی مثل آقای طائب میگوید حتی خوزستان رو جدا کنن برای ما خیلی راحت تر از این هستش که ما از سوریه دست برداریم. میبینیم که ایران در سطح بین المللی از اون اعتبار و وزنی که داشت دیگر برخوردار نیست. در منطقه یک قدرت عظیمی بود که حتی دشمنانش بهش میگفتن این جاندارم منطقه است، زورگوی منطقه است، قلدر منطقه است. حالا خودشون میخوان همون نقش رو اجرا کنن ولی نمیتوانن. من متاسفانه چیز مثبت زیادی جناب چالنگی نمیبینم. البته حرف خیلی زیاده، در هر زمینش میشود گفتگو کرد، که اجازه بدین که صحبت رو بدم با آقای روزبه که از من بسیار بسیار زیرک نیستم، آگاه تر از من هستن و بسیار با بیان شیرینشون میتونن بیان کنن. خب آقای روزبه عزیز سلام به شما. با ذکر این مطلب که آقای محمدی هر چند سال یک بار از کسی تعریف میکنن، سالها رفاقت ما داریم، من ندیدم از ما تعریفی بکنن یا از بقیه دوستان نزدیک به ایشون تیه این سالها اختیار برای این فرصت غنیمتی. سلام به شما. شما که استاد، شما که استاد برنامه هستید و اختیار ما رو در واقع هدایت بکنید. آقای روزبه گرام سلام و درود دارم خدمت شما جناب آقای چالنگی عزیز و جناب آقای محمدی در لندن. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم و برنامه امروز رو امیدوارم بتونم در کنار دوستان همراهی بکنم و بتونیم به هر حال بیشتر بعضی چیزها رو با هم صحبت کنیم. من فکر می‌کنم گاهی اوقات صحبت‌هایی که بین من و آقای محمدی میشه برای خود من خیلی دلچسب بود، چون من خیلی چیزها یاد می‌گیرم از ایشون. در خدمتتون هستم جناب چالنگی. خب اردوان عزیز ببینید که شما عملا میشه گفتش که فکر کنم انقلاب که شد شما سن چندانی نداشتین. بله من کم سن بودم. ایران، حکومت ایران الان مدعی هست که یک قدرت منطقه ایش، حتی بعض وقتا میگه که ابر قدرت منطقه ای هست. دلایلش هم به هر حال قابل توجه از دستی در اوضاع عراق داره، تا حدی که حکومت عراق رو دست نشونده، یعنی دولت نوری المالکی رو فرمانبر حکومت تهران میدونن، در مسئله فلسطین دستی داره، در مسائل لبنان، الان در سوریه در کنار اسد در کشتار مخالفین، و اینها رو میگه یک ابزار قدرت منطقه‌ای بودن حکومت این هست و مستقل هستیم. باز حرف حکومت ایران. همه این ادعاها و این سخنان رو شما به عنوان یک روزنامه‌نگار کنجکاو چطور ارزیابی میکنی و چه وزنی براش قائل هستی؟
اجازه بدید آقای چالنگی، من دوستم مدخل این بحث شروع بکنم، فقط 3-4 تیتر روزنامه مطبوعات و خبرهای امروز رو تیتروار بخونم و وارد حرفم بشم. معاون وزارت خزانه داری آمریکا گفته که راه کسب و کار در ایران هنوز باز نیستش. آقای لاریجانی، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر گفته، لاریجانی گفته که احمد شهید احمق شریر است و 22 بهمن امسال هیچ زندانی عفو نمی شود. از اون طرف بشنوید که سرب و کادیوم ما ارسنیک و جیوه در شیر مادران اصفهانی است و خبرهای دیگه از این دست. من متاسفم از این که بخوام در آستانه انقلاب اسلامی در ایران، البته با همون عنوانی که گفته میشه، چون من هنوز باور ندارم اونهایی که روز اول انقلاب کردن حتما به نیت اسلامی بودن این انقلاب رو کرده باشن، اما به هر صورتی متاسفم که در این زمان وقتی هر بار به عنوان روزنامه نگاری، حداقل به عنوان سردبیری رسانه کوچک قرار میشه که خبرها رو بررسی کنم، نگاهی داشته باشم، سالها میشه که کمتر برمیخورم به اینکه خبر خوش و یا خبر قابل قبولی رو بشنوم. این خیلی جای تأسف داره، به جهت اینکه من گاهی اوقات بر اساس علاقم مطبوعات قبل از انقلاب رو نگاه میکنم، نوع نگاه مردم، نوع شرایط جامعه و نوع نگاه حاکمیت که حتی برش نقص و ایرادهایی هم وارد بوده، اما وقتی الان نگاه میکنم میبینم عصبانیت، خشم و نوع دیگری از حضور در منطقه و اقتدار در جامعه در حاکمیت ایران تعریف شده است. همونجور که اشاره کردی، وقتی بحث سوریه میشه نقش ایران به هر حال، حالا چه کم چه زیاد، چه اگزاجره شده، بزرگ شده یا هر چیزی که هستش، در سوریه مطرح میشه. وقتی یه درگیری در لبنان مطرح میشه، یک طرف یک پای قضیه پای حزب الله وسطه و در نتیجه در نهایت تهش به ایران وصل میشه. وقتی در درگیری های نمیدونم کشورهای حاشیه خلیج فارس بحثی مطرح میشه، تهش جایی رد پای گروه های مختلف پیدا میشه. امروز شما حضور مجموعه ای به اسم سپاه قدس رو در خارج از ایران پررنگتر از سیاست خارجی ایران هر از گاهی میشنوید و میبینید. تازه من معتقدم که حاکمیت در ایران نوع رفتارش رو نسبت به گذشته عوض کرده. فراموش نکنید قتل‌های خارج از کشور، ترورهایی که حتی اگر اثبات شده باشه یا نشده باشه، به هر حال روی حملش به سمت ایران بوده، همه و همه نوع دیگری از اعتبار رو درست کرده، اعتبار در بین گروه ها و افراد عصبانی. من اسمش رو به این دلیل میذارم عصبانی، گروه های تند رو اصولا یک جور عصبانیت خاص نسبت به همه افراد جامعه جهانی دارن. انگار وقتی بمب گذاری میشه، من دیروز داشتم یه فیلم رو نگاه میکردم که CNN پخش میکرد در ارتباط با موشک اندازی یکی از همین گروه های تند رو و سقوط یک هلیکوپتر. متاسفم که به این جور تفکر در جامعه حاکمه که امروز به سمت تکنولوژیک شدن، به سمت صلح و به سمت تلاش برای برابری داره میره، در حالی که یک گروه هنوز با عصبانیت تمام، با مرگ و سربریدن و بمب گذاشتن فکر میکنن به جایی، به ثواب دارن کار رو پیش میبرن، و بدتر از اون که متاسفانه همیشه نام کشورم ایران رو در پشت اینجور جریان ها معمولا میشنون. یک تفاوت، یعنی از صحبت شما میشه این نتیجه رو گرفت که ادعای تهران، حکومت ایران که یک ابرقدرت منطقه‌ای هست، بی اساس. خیر، خواهش میکنم، اول قدرت در منطقه یا قدرت در منطقه، به نظر من تعریفش از نگاه چه کسی باشه. امروز رهبر کره شمالی قدرت حکومت ایران باشه. بله، من مثال به عنوان مثال دارم عرض میکنم که رهبر کره شمالی در کره شمالی امروز یه قدرته، به جهت اینکه شوهر عمش رو جلوی سگ‌ها میندازه، بعد فامیلای شوهر عمش رو هم از نمیدونم سفارتش در مالزی، در کوبا احضار میکنه، دار میزنه، به جهت اینکه مقتدره. اقتدار تعریف مختلفی داره، اقتدار جنبه‌های داخلی داره، به نظر من جنبه‌های خارجی داره. قطعاً ارتباط داشتن با بسیاری از گروه‌ها که فکر می‌کنم اگر کسی منصف باشه در خود مجموعه حاکمیت در ایران هم انکار نخواهد کرد این قضیه رو، و نخواهد گفتش که نه، ایران با هیچ گروه تندرو ارتباط نداره. این رو یک تعریف از اقتدار میدونن، و این به هم زدن نظم در هر جایی ممکن از نظر کسی اقتدار باشه، ولی از نظر جامعه جهانی متأسفانه اقتدار نیست. فراموش نکنید کسی که سنگ رو به شیشه کسی میزنه، یعنی
اثبات کرده برای خودش که توان اینو داره که چیزی رو نظم رو به هم بزنه، ولی این رفتاری رفتار وندالیزم، یک رفتار قانون شکنانه است. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی باید به این فکر بکنه که اقتدار در کدوم گروه ها اهمیت داره در حال حاضر. خب آقای محمدی، جمهوری اسلامی مدعی هستش که در این سالهای پس از انقلاب آمریکا و استکبار جهانی و و و اینها از اطلاع اسلام وحشت داشتن، این بود که جنگ رو به ما تحمیل کردن، یعنی به جمهوری اسلامی، و محاصره اقتصادی هم ناشی از همین ترسشون از اسلام بود و بقیه مسائل در همین روی. چون این حرفی چقدر اساس درستی داره؟ آخر ببینید، خب آقای خمینی آمدن که اسلام سیاسی رو در واقع جا بندازن، و اسلام سیاسی هم همونجوری که جناب روزبه گفتن از دید اینها فقط این هستش که گروه های تروریستی رو تقویت کنن، این سو و آن سو حادثه آفرینی کنن، و این رو اسمش میذارن اقتدار. آخر ببینید، ما وقتی میگوییم که ایران در نظام گذشته، در دوران گذشته به واقع اقتدار داشت، از چند دیدگاه آدم نگاه میکنه بهش. اولا که با این بازی ها و با این کشتار ها و با کشتار های داخلی و قتل های زنجیره‌ای در داخل و ترور های خارج و بعد کمک به تروریسم بین المللی و حماس و حزب الله و این کسافت کاری ها که قدرت به دست نیاورده بود، با یک سیاست متوازن، با یک سیاست عاقلانه و مدبرانه بر مبنای منافع ملی عمل میکرد، بنابراین جهان هم احترام میذاشت و همچنین قدرتش رو داشت، به گونه ای هم بود که هم با غرب و هم با شرق رابطه داشت، هم با دیگر کشورهای آسیا، با همه کشورهای دنیا یک رابطه دوستانه و مطلوب داشت، مگر با بعضی کشورها مانند مثلا رژیم آقای قذافی، ولی در اونجا هم شاهد دعوا و خونریزی و نمیدونم تروریسم و اینا نبودیم. ببینید، از دیدگاه های مختلف وقتی نگاه بکنیم، من نمیدونم کدوم پرونده رو آدم بررسی بکنه و به نتیجه منفی نخواد برسه. اتمی رو نگاه بکنیم، ما در شرایطی بودیم که 8 ماه بعد میتوانستیم نیروگاه بوشهر رو راه بندازیم، آمدن به محض این که آمدن قراردادها رو منحل کردن، لغو کردن، بابتش خسارت دادن، و بعد 20 سال است که شروع کردن، 22 سال است که این رو راه اندازی کنن، هنوز هم راه نیفتاده. هنوز هم روسیه راه نمیندازه و جمهوری اسلامی هم همکاری میکنه که راه نیفته، به خاطر اینکه وقتی راه بیفته بعد اون وقت اون بهانه از دستش در میاد که من دارم صلح‌آمیز فعالیت میکنم، غنی سازی اورانیوم میکنم، این یه داستان. و بعد اون چیزی که درباره جنگ و بقیه مسائل میگه، محاصره اقتصادی یا حالا عرض میکنم، حالا با برنامه اتمی عرض میکنم، به خاطر ترس از اسلام، واقعا غرب از اسلامی که حکومت اسلامی، نوع برداشت اسلامی آقای خمینی وحشت داشت. گویی که بسیاری هم آقای محمدی انکار ناپذیره، معتقد هستن که با انقلاب اسلامی بود و اسلام سیاسی که انقلاب ایران آورد، موج خیزش ها یا جنبش های اسلامی آغاز شد که درون اون از القاعده بگیری تا بسیاری از گروه های تندرو دیگه و تروریست دیگه و همه اینها، از مخلفات سونامی انقلاب اسلامی. بسیار خوب عرض میکنم، خود جمهوری اسلامی، حالا به جنگ اشاره فرمودید، قبلا همین مسئله که اشاره کردید رو بگم. ببینید، این که میبینیم اینها از اثرات جمهوری اسلامی است و اون اسلام سیاسی کاملا درسته، ولی میدانیم که خود جمهوری اسلامی مثلا سال 1982 میره حزب الله رو بنیان گذاری میکنه، یا مثلا وقتی میبینیم القاعده رو نگاه میکنیم میبینیم باز ریشش برمیگرده به خود غرب. و بله، همه از تروریسم ممکنه بترسن، ولی این دلیل استقلال نیست. شما یه آدمی که چاقو میکشه و غمه میکشه و آدم میکشه و فلان، ازش احتیاط میکنید. اما برگردم به جنگ، جنگ رو فقط یه اشاره بکنم، خاطرات سید محمود دعایی رو وقتی میخونید میبینید که میگوید آقای صدام حسین آمد گفت آقای خمینی پیام داد که من حاضرم بیام خدمت شما، شما این شیعیان رو بی خودی تحریک نکن بر علیه حکومت، و این باعث ناراحتی خواهد شد، تنش ایجاد خواهد کرد.
ولی آقای خمینی این نقل قول از آقای دعایی است که میگوید اصلا اعتنا نکرد، گفت ما جرأت نکردیم بگیم، به آقای بهشتی و بازرگان گفتیم بهش بگن، گفت نه اعتنا نکنید، بذار هر چی میگه بگه. باز دائم تحریک کردن تا جایی رسید که صدام حسین حمله کرد و جنگ آغاز شد. بعد از 2 سالش هم که با پیروزی ایران بود دیدیم که ادامه داد. اما میگوییم محاصره اقتصادی، خب شما وقتی که میگویید آقا مرگ بر آمریکا، من اصلا نمیخوام رابطه داشته باشم، اون محاصره اول که میگن که اصلا حرف بی ربطی، چون محاصره ای در کار نبود. حتی 4 قطعنامه ای هم که در شورای امنیت تصویب شد باز چیز مهمی نبود. اما خب باز میبینی جمهوری اسلامی نمیخواهد با جامعه جهانی کنار بیاد، بهش میگن آقا جان ما میترسیم که تو بمب درست کنی. اگر واقعا بمب درست نمی کنیم بذار بازرسان بیان بازرسی کنن، ولی نمیگذارن. و دیدیم خب میاد آقای احمدی نژاد 8 سال آقا اسرائیل باید از بین بره، آمریکا از بین بره. خب وقتی این تهدیدات هم هست آقا انقدر قطعنامه صادر کنید که قطعنامه دارتان پاره شود. خب به هر حال اینها حالا رسیده به جایی که جمهوری اسلامی میاد یه رئیس جمهور رو میاره که سابقه مذاکره داشته باشه، بره مذاکره کنه، به قول آقای روزبه، آقای اردوان خان، تازه مثلا دیوید کوهن میگوید نخیر هنوز راه تجارت باز نشده. اینی که آقای روحانی در داووس میاد التماس میکنه آقا تو رو خدا بیاین سرمایه گذاری کنه، خب قبل از انقلاب التماس میکردن که سرمایه گذاری بکنن برای که امنیت سرمایه وجود داشت، ولی الان التماس منظور تو شرکت های خارجی بود که التماس من میکرد. بله منظورم قول های نفتی شرکت های خارجی بسه. ولی الان در اقتصاد مافیای ایران که هیچ امنیتی نداره، خب معلومه کسی نمیاد سرمایه گذاری کنه. اشاره کردن آقای محمدی عزیز به آقای سید محمود دعایی که از اطرافیان آقای خمینی بود در نجف، وقتی که آقای خمینی به ایران اومد پیروزمندانه به گمانم همراه ایشون بود در هواپیمایی که آقای خمینی با احساس بزرگ هیچ به ایران باز میگشت، و بعدن بر سر مؤسسه مصادره شده اطلاعات، مؤسسه روزنامه اطلاعات نشست، یعنی جای سناتور مسعودی که تا به امروز هم در این سمت هست، معروف است به روحانیون یا ملایان شیعه‌ای که به قول کوچه و بازار راسته و راسته بیا که ملای دیگر احتمالا شاخت نزنه یا قدرت سیاسی و بقیه شاخت نزنن کار خودشو داره میکنه و اون گوشه، و مشروع یا غیر مشروع این وظیفه آیندگان هست که رسیدگی کنن. و اما اشاره کردم باز آقای محمدی میبخشید اقتصاد مافیایی، آیا این درسته آقای اردوان؟ شما که به دقت دنبال میکنید اقتصاد جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران در جمهوری اسلامی به یک اقتصاد مافیایی تبدیل شده. البته اقتصاد به لحاظ سیستماتیک من در نهایت معتقدم که در هیچ جای دنیا تقریبا نمیشه گفت اقتصاد به معنای واقعی کلمه هیچ نوع رابطه و زد و بندی توش وجود نداره. اما اگر سوال خاصه در ارتباط با جمهوری اسلامی باشه، بله قاعدتا در جمهوری اسلامی هم بارها و بارها، چه در دوره که من در ایران کار روزنامه نگاری کردم و در بحث حالا مباحث اقتصادی یا مسائل اینچنینی وارد مدخل هر مدخلی وارد شدم، به هر حال در نهایتش ختم به مسئله رابطه شده. بازم تاکید میکنم در من تقریبا در همه دنیا به این مسئله برمیخورم، کم و زیاد اقتصاد یه جور رابطه و یه جور نتورکینگ داره، در ایران هم قطعا مستثنا نبوده. اون چیزی که ممکنه ما را حساس بکنه در ایران این هستش که ما میگیم اقتصاد اسلامی مبتنی بر روش‌های اقتصادی که حالا بخشش مثلا برمیگرده به نوع چیزی که ما به عنوان الگو مثلا بارها شنیدیم از اقتصاددان‌های اسلامی تحت عنوان مثلا الگوهای اقتصادی مثلا مبتنی بر اقتصاد ما مثلا از آقای سعد یا مثلا مواردی از این دست، اینجاست که ما رو اذیت خواهد کرد قاعدتا. یعنی بنده به عنوان آدم ناظر به خودم فکر میکنم که ممکنه شما در غرب با مسئله رابطه و جریان‌های مافیایی در اقتصاد بر بخورید، اما در اینجا کسی در ارتباط با اقتصاد دینی یا اقتصاد مبتنی بر باورهای الهی واقعا کاری انجام نمیده. خب به هر حال اقتصاد اون کسی برنده است که بیشترین سود رو میکنه. اما جایی در ایران اذیت میشید که صحبت از برابری، اقتصاد برابر، فرصت‌های برابر و فرصت های اسلامی هستش و متاسفانه کمتر و شاید بتونم بگم به قطره هایی ممکنه در طول مثلا سالها کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در داخل و خارج برخوردم که حالا یه
یه جریان در ابتدای امر خیلی سالم بوده ولی بعد خیلی زود آلوده و فاسد شده. نمونه اینش رو میخوام عرض بکنم. ساده‌ترین اتفاق در ایران هستش که ما دایره‌ای داریم تحت عنوان بانکداری اسلامی. در بانکداری اسلامی یا طرح بانکداری بدون ربا که سالهای سال مطرح شد، ما هیچ وقت هیچ اقتصاددان به معنای واقعی در ایران، حتی طرفدار حاکمیت و طرفدار روش‌های حاکمیت در اقتصاد رو پیدا فکر می‌کنم نتونستیم بکنیم و حداقل من برنخوردم که بتونه یک فرایند سالمی رو در صورت بانکداری اسلامی از نظر فنی و اجرایی مطرح کنه، چون روی کاغذ که همه چیز زیباست. امروز بانک‌ها خودشون بخش از شبکه مافیایی اقتصاد در ایران هستن. عرض می‌کنم وقتی من در مورد ایران صحبت می‌کنم یعنی که کاری با بقیه جهان ندارم، چون بقیه جهان درگیر خودشون رو دارن. ما داریم در مورد ایران صحبت می‌کنیم خاصه. وقتی در مورد پولشویی‌ها امروز بانک نام بانک‌های خصوصی مطرح میشه که نقش دارن در دور زدن‌ها، در پولشویی‌ها، در جابجا کردن‌ها، وقتی صحبت از ربا و بهره‌های 28%، 31%، 34% و حتی در بعضی موارد با احتساب جریمه تا 39% کارخانه‌دار، صنعتگر، وارد کننده، تولید کننده، مغازه‌دار مجبور هستند سودهای کلان بدن به کسانی که در نهایت در پشت چهره حالا بانکداری، مدل‌های اقتصادی افراد خاص قرار می‌گیرن که در نهایت به تعداد مشخصی از افراد میرسه. آدم هایی که مجموعه اتاق بازرگانی در ایران سالهای سال اداره کردن، آدم هایی که مجموعه سیستم بانکی کشور رو چه در بخش خصوصی درش نقش بازی کردن، مجموعه که شرکت های دولتی رو در دوره واگذاری به قیمت های اندک خریدن، هیچ وقت اینها آدم هایی از بیرون نبودن. من یه تجربه شخصی رو هم میخوام مطرح بکنم و اونم این هستش که من در طول کار حرفه‌ایم در ایران وقتی بودم در مطبوعات و رسانه ها و روزنامه‌هایی که کار میکردم، بیش از چندین بار، شاید حالا 5 یا 6 بار یادم میاد که به طور مستقیم با سرمایه گذاران ایرانی متمولی که خارج از کشور بودن برخوردم که با قصد سرمایه گذاری وارد ایران شدن و تقریبا هیچ کدوم یادم نمیاد به ثمر شده باشه کارشون. یعنی در نهایت با تمام تلاشی که کردن، چون در این شبکه قرار نمی گرفتن، قاعدتا نتونستن کارشون به جایی برسونن. لذا پرت واضحه که در سیستمی که شما یک ترکیب ملغمه ای از امنیت، اعتقاد و رابطه داشته باشید، دیگه نمیتونین بگین فقط اقتصادش مافیایی است. مسئله سر اینه که سیاستش مافیایی است. مثلا سرینه که روابط اجتماعیش هم مافیایی است. امروز به هر حال شما اگر در ایران میخواین زندگی کنین، اگر مأمور کلانتری سر محلتون هم نشناسید، ممکنه خیلی خوشبخت نباشید. بگیرید از این تا برید به بقیهش. خب من چند خبر بدم. خبرهای آخرین خبرها درباره مذاکرات ژنو اینه که همچنان که آقای لختار ابراهیمی گفت، نماینده سازمان ملل متحد در مسئله سوریه تا کنون به جایی نرسیدن. همین ساعتی که با شما صحبت میکنم همچنان این مذاکرات ادامه داره و ظرف روزهای آینده هم احتمالاً قرار همون بیانیه ژنو یک رو به باز مورد بحث قرار بدن. اپوزیسیون سوریه، مخالفان حکومت بشار اسد پیشنهاد هیئت دولتی سوریه رو نپذیرفتن برای ابقای بشار اسد، خواستار برکناری او هستند و تشکیل دولت ملی انتقالی در سوریه. عملا این مذاکرات به جایی تا این لحظه نرسیده. یک خبر دیگه که هست، امروز جریان رأی اعتماد مجلس تونس بود به دولت مهندس مهدی جمعه که دولت مستقل غیر حزبی هست در سوریه. ایشون وزیر صنعت بود، شخصی در عرصه سیاسی گمنام، اما در پی اتفاقات سوریه که دولت نهضت اسلامی، حکومت دولت اسلامی بر سر کار اومد، راشد الغنوشی رهبر نهضت اسلامی در واقع هدایت کننده این دولت بود و با اعتراض مردم روبرو شد، برکنار شد، این دولت ناچار به استعفا شد و یک دولت مستقل غیر حزبی بر سر کار اومد. قانون اساسی جدید تونس به اون هم مورد تایید قرار گرفته، مورد تصویب نمایندگان قوای مختلف اداره کننده کشور قرار گرفته. قانون اساسی نسبتا پیشرفته ای هستش. در مصر هم شورای عالی نظامی کشور از آقای عبدالفتاح سیسی که به اون
ارتقا رتبه دادن به درجه مارشالی، بالاترین درجه در ارتش مصر رسیده، خواستن که در اجرای اراده مردم خودشون نامزد ریاست جمهوری بکنه. هنوز جواب روشن و رسمی نداده، اما بعید نخواهد بود که آقای سیسی خودش رو به عنوان یک قهرمان ملی شناخته شده نامزد ریاست جمهوری کنه، که احتمالاً انتخابات در آوریل برگزار میشه و ثبت نام از 18 فوریه، نامزدی انتخاباتی. و در هم صحبت اقتصاد ایران بود، در همسایگی ایران، در امارات. امارات در صنایع نفت آمریکا قرار سرمایه گذاری گسترده کنه، در عوض گاز وارد امارات میکنه از شمال آمریکای شمالی، و قرار هم هست تعداد 18 فانتوم F-16 میبخشید 30 فانتوم F-16 از آمریکا به زودی خریداری کنه امارات. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر در تفسیر خبر. با من و شما هستن در لندن آقای ناصر محمدی، روزنامه‌نگار، و در واشنگتن سرد و یخبندان، البته در جایی گرم، آقای اردوان روزبه، روزنامه‌نگار، مدیر و سردبیر رسانه خبری رادیو کوچه. آقای محمدی، من هم تجربیات خودم رو دارم، همه ما داریم به عنوان روزنامه‌نگار. این همه که انتقاد می‌شد، این همه که هرچی که بود، آقای خمینی بهرشو گرفت به عنوان رهبر انقلاب، در هدایت انقلاب، محدودیت هایی که شما به عنوان یک روزنامه نگار در نظام پیش از انقلاب داشتید چه بود؟ واقعا نگاه بکنید جناب چلنگی، الان آقای روزبه اشاره کردن که گاه روزنامه های گذشته رو میخونند، نمیگیم محدودیت نبود، چرا؟ وجود داشت، اما این گونه نبود که نتوان فرض بکنیم یه نفر یک وبلاگ بنویسه ببرن بکشنش. به طور کلی اگر نگاه بکنیم، در همون موقع مقالات انتقادی کم نبود، دولت عویدا رو کم مورد انتقاد قرار نمیدادند، از این وزیر و آن وزیر و خود عویدا انتقادات فراوان بود، بعضی مرزها وجود داشت که من فکر میکنم که حتی در همین انگلستانی که ما هستیم بعضی مرزها رو خود مطبوعات و نشریات و رسانه ها خودشون ملاحظه میکنن. بعضی وقتا میدیدیم که از این مسئله خارج میشه، و یادتون هست که بارها با یک تذکر سر و ته کار به هم میومد. اساسا با امروز، از همون روزی که آقای خمینی آمدن گفتن ما نشریات رو میبندیم، هر کس هم هر چی بخواد بگه بگه، از همون موقعی که شروع کرده بودن به عنوان نقض حقوق بشر انقلاب کردن، از همون موقع نقض حقوق بشر آغاز شد. نه ببینید، از جمله خمینی چه گفت خواهیم رسید. من حرف من اینه، آیا کسی به خاطر روزنامه نگاری یا نوشتن مطلبی در روزنامه بله به زندان میره؟ واقعا اگر بوده من شاید نمیدونم، واقعا میگم من نمیدونم. همش با یک اگر هم نقصی بود، اگر هم اشکالی احساس میکردن، با یک تذکر. حالا اون محرم علی خان که معروف هستش که خودش رفع رجوع میکرد، که اصلا داستان دیگریست، ولی این آخریان با یک تذکر سر و ته کار هم میامد. در خود دکتر مصباح‌زاده حتی میامد و سر و ته کار هم میآوردن، حتی سناتور مسعودی و اینها. چیزی نبود که بخوام کسی رو، یعنی اگر بود بالاخره باید سابقهش باشه، کسی هم باشه بگه آقا ما در زندان بودیم به خاطر روزنامه، نه به خاطر مسائل فرض کن اعلامیه تروریستی بنده برسند. نه، حالا کسی مثلا روزنامه نگار بوده، مرتبط بوده با حزب توده یا سازمان چریکای فدایی خلق، اون یه بحث دیگه است. مثلا آقای حالا بعض کسانی که من شاید اسم میبرم اینا روزنامه نگار نبود، مثل آقای سعید سلطانپور، خب در نمایشنامه نویسی زندان نبودن به خاطر حالا و بقیه کرده، اون یه بحث دیگه است، واردش نمیشه. بله،
به هر حال روزنامه نگاری هم مانند چیزهای دیگر، خب مرز و به قول آقای مرحوم آقای وزیری اون هم به هر حال مرزهای خودش رو داره، اما وقتی آدم نگاه میکنه اساسا قابل مقایسه با حالا نیست، اصلا جور دیگریست. یعنی وقتی نگاه میکنه میبینه الان خب یه آدمی مثل ستار بهشتی رو بابت یک دونه وبلاگی که نوشته هنوزم کسی حاضر نیست به پروندش رسیدگی بکنه. دیروز خبر آمده بود که ستار عزیز، ستار بهشتی، حمید رضا میرسیافی وبلاگ نویسایی که کشته شدن و کسان دیگه و کسانی که در اون هستن. متاسفانه بله. و من اگه اجازه داشته باشم یک اشاره کوتاه بکنم به اون اقتصاد رانت مافیایی که عرض میکنم. اجازه بفرمایید آقای محمد، برمیگردیم حتما به این مسئله اقتصاد. این موضوع روزنامه رو من از آقای روزبه عزیز بپرسم، حتما برمیگردیم حتما به مسئله اقتصاد. آقای روزبه، وضعیت روزنامه نگاری در الان پس از انقلاب رو چطور شما ارزیابی میکنید؟ در زمانی داریم در ارتباط با روزنامه نگاری صحبت میکنیم که متاسفانه در شرایط خوبی قرار نداریم. روزنامه نگاری در ایران به مفهوم کلی کلمه اگر بخوایم خیلی جدی بهش نگاه کنیم، با توجه به مدارک، با توجه به اسناد موجود، تقریبا میشه گفتش که همیشه یه شغل پرخطر و یک شغل نزدیک به مجرمان است، به جهت اینکه یه روزنامه نگار همیشه در خطر این قرار داره که چیزی رو بنویسه و در یک آن تبدیل به یک فرد مجرم بشه به دلایل مختلف. اشاره شما به برخی از دوستانی که متاسفانه صرف به خاطر نوشتن جانشون رو از دست دادن به اشاره خیلی غم‌انگیزیه و حقیقت انکارناپذیره و باید متاسف بود که در یک مجموعه حاکمیتی آستانه تحمل چنان بیاد پایین که انتشار و نوشتن و حرف زدن و گفتن حتی در حد اقل‌های لایه‌های اجتماعی، مباحث اجتماعی، مباحث فرهنگی و نه حتی سیاسی، چنان میتونه متوجه خطر متوجه روزنامه نگار و یا نویسنده مطلب بکنه که گاه باعث این بشه که به همین راحتی پلیس امنیت سایبری یک وبلاگ نویس رو دستگیر بکنه و جنازه اون رو برگردونه. و خب من دوباره یه چند باری با مادر آقای بهشتی هم صحبت کردم، زنی فریاد بزنه که من به هیچ جایی نمیتونم صدامو برسونم و این خیلی عجیبه واقعا. یعنی در یه جامعه ای که تعریف ها خیلی روشنه، فرض رو بر این بگذارید که در جامعه دینی وقتی گفته میشه در مورد برابری، در مورد صدق، در مورد عدل، در مورد انصاف، و در یه همچین جامعه که با تمام این شعارها و فاکتورها میاد به سمت مردم و مردم رو به هر حال هیجان زده میکنه برای وقوع چیزی مثل انقلاب حاکمیتی که حاکمیت جمهوری اسلامیش که البته همیشه من هم معتقدم این ترکیب نامتجانس عجیبی است بین جمهوریت و اسلامیت، ولی در نهایت میبینید در این دوره بدون حتی مقایسه میشه فهمید که تعداد نشریات تعطیل شده، تعداد روزنامه نگاران دستگیر شده و تعداد نویسندگانی که صرف نویسنده بودن و کشته شدن. فراموش نکنید قتل‌های زنجیره‌ای هدفش گروه‌هایی بود که اصولاً جز نوشتن هیچ کار خاصی انجام نمیده. در جای شما میگین مبارزه مسلحانه است و نمیدونم، مثلا فرض رو برای بذارید میگن آقا کسی اسلحه کشیده به شما در یک درگیری کسی رو کشتید، شاید این موجه به نظر میرسه از نظر بعضی ها، از نظر من حتی اونم موجه نیست، ولی فرشتادی ممکنه یه جای توجیه داشته باشه، ولی نمیفهمید وقتی یک نفر فقط مترجمه و به جرم مترجم بودن کشته میشه، یک نفر فقط نویسنده است و به جرم نوشتن کشته میشه، یک نفر فقط وبلاگ نویسه و جنازه‌اش رو به خونه‌اش برمیگردونن، هیچ جای مقایسه وجود نداره به نظر من. در دوره پیش از انقلاب ایران حتما مطبوعات تحت فشارهای قرار داشتن، این شکی وجود نداره، هر حاکمیتی در یک جای خط قرمزی داره و فشارهایی رو اعمال میکنه بر روی مطبوعات. اما من دارم وقتی فکر میکنم اینم شوخی هایی که مجله توفیق با حتی شخص پادشاه ایران میکرد و در نهایت منتهی حالا به توقیف شدنش شد، در نهایت وقتی این رو مقایسه میکنم میبینم در دوران بعد از انقلاب در ایران
کمتر از این حتی شوخی ها هم هزینه های بسیار گزافی برای کسانی داشته که حتی دست اندرکار بودن، حتی مستقیما در تماس نبودن. لذا من با شجاعت تمام معتقدم و به این اصرار می‌ورزم که ما در هیچ دوره‌ای فکر نمی‌کنم به این تلخی روزگار روزنامه‌نگارها رو دیده باشیم. روزنامه‌نگاری در ایران امروز یک رفتار کاملا مجرمانه است و یک خطر بزرگ برای فرد هستش و فکر می‌کنم که چیزی نیستش که حتی نیاز باشه به آمار اعداد بپردازیم. نشریه‌ای رو نمی‌شناسید در ایران که بعد از انقلاب در دراز مدت منتشر شده باشه در حالی که به مسائل و به موضوعات اجتماعی کمی نقب بیشتری زده باشه و لایه‌ای زیر رسیده باشه. اینجای تأسف داره. خب کلمه فشار و اردوان آقای محمدی نمیدونم با ما موافقه یعنی فشار که وقتی ما میگیم تعبیر شما بسیار محترم هست به طور تردید، اما اینی که به طور روزمره هر روزنامه نگار در هر زمینی احساس میکرد زیر فشار هست که داره کار میکنه، جدا از محدودیت هایی که وجود داشت این نبود. یعنی من فقط این توضیح رو میدم برای اینکه خب منم تجربه بسیار طولانی داشتم مثل آقای محمدی. بله محدودیت هایی بود. منتها فشار اگر منظورتون این هستش که روزنامه نگار میرفت محیط کارش و احساس میکرد خب زیر فشار اینه بنویسم اونو ننویسم به این شکل نبود. آقای چلنگی عزیز من لازم می‌دونم که همینجا دوباره برگردم به صحبتم. من اصلا اشاره به این نکردم که روزنامه نگاری زیر فشار بود. عرض کردم در مواردی در ارتباط و وضعیت اخبار حتما فشارهای وجود داشت که این خوب طبیعی هم بود به همچین چیزی بود، اما عرض کردم که وقتی من کارتون‌های روی جلد توفیق رو نگاه می‌کنم می‌بینم که نه ظاهراً مثل که حتی بعضیا میتونستن این یه جور احساس امنیت. ببینید اگر فرض بر این بگذارید که من امروز بنویسم چیزی رو، کما که خود بنده تجربه تلخ اینو دارم، امروز در واشنگتن هستم در که من روزنامه‌نگار اجتماعی ام، بعد امروز در شهر خودم در تهران در مشهد در اصفهان می‌بودم در کنار مردم، اما من هم مجبورم روزنامه‌نگاری رو از راه دور انجام بدم. پر واضحه که من هم یکی از همین کسانی هستم که در این فشار قرار دارم. اما عرضم این بود که در جایی مثل دوره‌ای مثل دوره پیش از انقلاب ایران در مواردی فشار بوده، اما پر واضحه که من نتایجش بیرون دارم میبینم. خب توفیق آنچه که دلش میخواسته مینوشته در نمیدونم مجلات مختلف در نوشته‌های مختلف، به دفعات من برخوردم به مطالبی که خب شاید به مزاج خیلی هم سازگار نمیافتاد، اما قطعا در یک مرز قرمزهای حتما فشارهای وجود داشته. اینم موردهایی است که من عرض میکنم. نه به طور یعنی منظورم روشن شدن مفاهیم کلمات هست که به چه شکست برای بیشتر بیننده کن. حالا چون صحبت روزنامه نگاری شد اردوان عزیز، من این توضیح رو بدم، من بیشتر در زمینه نقد تئاتر مطلب نشسته دیگه که علاقه من هستم. هنوزم که وقتی نمی‌نویسم هم حتی وقتی به لندن من میرم امکان نداره که هفته دو تئاتر حداقل نبینم یا هر جایی که برم. کار من نقد تا خیلی از مطالبی که من می نوشتم در نقد تا در تماشا و مطبوعات دیگه از جمله روزنامه رستاخیز که روزنامه مردم بود و شد روزنامه رستاخیز و بسیار روزنامه وزینی بود، مسائل سیاسیش همه شریک، اما همینجا یاد کنم دکتر مهدی سمسار بزرگ از کمیابترین روزنامه نگاران و مترجمان ایران، اون نسل بزرگ روزنامه نگاران مثل سیروس آموزگار، مثل مصطفوی، مثل بهزادی، مثل کسانی سردبیر ما بودن. آقای دوری دبیر صفحات ورزشی بودن که آقای دوری و اهل ورزش میشناسن چه مقامی در تاریخ مطبوعات ایران داره. جناب بیژن خورسند بزرگ با ما در دبیر صفحه هنر بودند که کسانی بنده بودم و کسان دیگه الان در تهران هستن، آقای روحانی، آقای باغداشلو، آیدین، آقای بقیه، حسام اشرفی و و بسیار و صفحات دیگه، آقای حسام الدین امامی بودن و بسیاری دیگه در جای دیگه. آقای حسین سرفراز هم صفحه داخلی شهری شده داره میگه. برحال خب حتی تنها مطلبی آقای محمدی آقای روزبه عزیز از من چاپ شد
اون را من این خاطره رو بگم. آقای سمسار منو ما معمولا با دبیر صفحه سر کار داشتیم، از بیژن به من گفت آقای سمسار شماره میخواد، نمونه های صفحه اومده بود که ایشون امضا میکرد میرفت چاپونه فردا در میومد. منم جوان 26-27 ساله بود، من نقدی بود راجع به تئاتر جناب بهرام بیضایی عزیز. خب من به عنوان یک منتقد اون تئاتر اشکالاتی برش داشتم و اون اشکالات رو نوشته بودم که این اشکالاتش چی هست. تئاتر هم در تئاتر شهر اجرا شده بود، اکثر نمایشنامه‌های بیضایی در تئاتر شهر و 25 شهریور اجرا شده بود و تمام متن‌های نمایشنامه‌ای ایشون در همون زمان منتشر شده بود، همونطور که متن‌های نمایشی آقای ساعدی هم، غلام حسین ساعدی، منتشر شده بود و همه با بودجه دولت هم در تئاتر 25 شهریور اکثرا اجرا شد. آقای سمسار به من گفت این مطلب شما الان میره چاپ میشه فردا در میاد، اما جو مملکت این دیگه، فردا خواهند گفت که به دستور دولت شما علیه نمایش آقای بیضایی چیز نوشتین و این برای شما خوب نیست. من گفتم با شما به خودتون بگم این چی چیزی هست، اگه صلاح میدونی بره چاپ بشه، اگه صلاح نمیدونی میدونی. این اولا یه درس به من داد که کسی مثل آقای سمسار نظر منو میخواست منه، و بعد من گفتم خیر حرف شما درسته، شما ممنون هستم ازتون. این چون اونجا اگر یعنی یک سانسوری وجود داشت های اردوان عزیز از طرف روشن فکری، شما اجازه و جرأت نداشتید به عنوان منتقد تئاتر بنویسید کار آقای غلام حسین ساعدی مثلا این گوشش اشکال داره کار تئاتریش، میگفتن دولت باعث شد. یعنی من شخصا بیشتر زیر نفوذ احساس میکردم روشن فکری هستم، سانسور روشن فکری تا سانسور دولتی. حرف من درست هست نیست این برداشت آقای محمدی یا نه؟ دقیقا ببینید، اتفاقا من بخواستم به همین مسئله اشاره بکنم که اون سانسوری که از سوی طبقه روشنفکری، حالا ما بهشون میگیم روش، به هر حال نویسندگان و اون کسانی که به عنوان روشنفکر معروف شده بودن، اون سانسوری که از اون بخش میامد بسیار بسیار سنگین تر بود. ببینید جناب شالنگی، در مطبوعات اون دوران تمام اون کسانی که مخالف بودن، از جمله آقای حاسد جوادی، نمیدونم حتی آخوندهایی مانند آقای مطهری، آقای حاسد جوادی مدتی سردبیر کیهان هم بودن، بفرمایید، بله قلم میزدن و تازه در تمام مطبوعات کسانی که وابسته به حزب توده بودن، حتی گروه های مذهبی بودن، حضور داشتن. عرض میکنم آقای مطهری در مجله زن روز می نوشتن، در کیهان می نوشتن، در رادیو برنامه داشتن و بسیاری از این گروه ها فضای رو مجموعه سلطنتی فلسفه هم بودن، اونم باز یعنی همشون. مگه آقای حاسد جوادی در هر روزنامه نمی نوشتن؟ ولی در این حال میگفتن آقا نمیذارن ما بنویسیم. من نمیدونم چجوری نمیذارن بنویسیم، ولی در این حال مینوشتن و بعد تازه متوجه شدن که سانسور یعنی چی. واقعا یک بار مسئله یاد بوده آقای زنده یاد داریوش همایون بود، من یک مقاله ای را از ایشون که 52 سال پیش در اطلاعات چاپ شده بود اونجا خوندم. واقعا آقای داریوش همایون اون موقع انتقادی که کرده بودن که آقا به بهانه اینکه ممکن است گروه‌های استفاده کنن، سوء استفاده کنن، شما نمیتونید دموکراسی رو عقب بندازین، باید دموکراسی رو، یعنی یک چنین مقاله انتقادی یک آدمی مینویسد و چاپ میشه، اون گونه نبود که نشود انتقاد کرد. منتها آزادی یه جور دیگه تعریف شده بود، به محض اینکه میگفتن باید بنویسی، رأس حکومت ما باید بزنیم، باید اونو بندازیم پایین، صاف میرفتن اونجا. خب بله مرز داره، اونجا که میرفتی مرز داشت، تعارف هم نداره، اما ما میدیدیم که تمام مخالفان هم مینوشتن. آنگونه نبود که مثل حالا باشه، حالا که اصلا دیگه داستان دیگری داره. بسیار خوب. آقای محمدی اجازه بدیم برمیگردیم به اون مسئله اقتصادی. من یه پرسش از آقای روزبه دارم. اردوان عزیز، خیلی بر این نظر هستن که این چپگرایی انقلاب اسلامی رو احزاب و گروه های چپ، حزب توده و سازمان های چپ تندرو تحمیل کردن، یعنی آنچه که مبارزه با امپریالیسم بود تزریق کردن به یک روحانیت رهبری
شیعه انقلاب اسلامی این تا که تا امروز هم ادامه داره، این تا چند نظرش این نظر درست؟ اگر ما بر اساس الگوهای موجود در جریان های چپ چپ سوسیالیست و حتی حالا مثلا جریان اینچنینی نگاه بکنیم و الگوهایی که در حاکمیت در جمهوری اسلامی اعمال شده، به هر حال قطعا شما نزدیکی خیلی خاصی رو میبینید. اخیرا داشتم دیروز یا پریروز بود اظهارات جناب آقای دکتر فریبرز رئیس دانا رو میخوندم در ارتباط رابطه با غرب و مسئله حالا به نوعی دیدگاه اقتصاد غربی که برای من خیلی عجیب بود که دیدگاه ایشون واقعا همون دیدگاه چپ سوسیال اسلامی بود که ما در طول سالهای گذشته در ایران دیدیم و مردم ازش گزند دیدن و گزندش رو دیدن. پر واضحه که ما میتونیم اگر در مورد اقتصاد ایران در طول 30 سال گذشته صحبت بکنیم، میتونیم اشاره بکنیم حتما الگوهایی از جریان‌های چپ حالا مدل‌های سوسیالیستی، اقتصادهای سوسیالیستی و مدل‌های اینچنینی قطعا گرفته شده، از نوع اقتصاد کوپنی بگیرید تا نوع حالا توزیع نمیدونم پول تا نمیدونم ارز. اما چیزی که در این خیلی عجیب و به نظر من کمی هم مضحکه اینجا کار هستش که شما این ترکیب رو در اقتصاد کلی و در جایی که میلیون ها آدم در طبقه متوسط و متوسط به پایین باید همیشه با خودشون راه ببرن، در حالی که از طبقه متوسط به بالا هیچ وقت هیچ کس درگیر این قسمت قضیه نبوده. این اون ترکیب عجیبی است که به نظر من در نوع خودش بیبدیله. به جهت اینکه شما اقتصاد سوسیالیستی رو مثلا در کشورهای سوسیالیستی وقتی نگاه میکنین، حالا قبل از فروپاشی، چون من معتقدم تقریبا بعد از فروپاشی شوروی، گلاسنوست، پروستاریکا و اتفاقاتی که در چین افتاده دیگه، حالا الگوهای اقتصادهای کلان سوسیالیستی در جهان خب خیلی چیزا شواز شده، ولی وقتی مثلا در شوروی سابق نگاه میکردیم، بر صورتی طبقه متوسط همه در حد طبقه متوسط نگه داشته میشد و توزیع قدرت و توزیع سرمایه تقریبا توزیع حالا یک نواختی است، نزدیک به یک نواخت هستش. اما خیلی جالبه شما میبینید در انقلاب اسلامی علارغمی که این الگوها کاملا رعایت میشه و این الگوها برخواد به نوعی به سمت حالا با الگوگیری از جریان های چپ ایران به نظر من و تزریق تاثیر و تزریقش وارد جامعه میشه، این تمام این الگوها در طول 30 سال گذشته متعلق به الگوهای توسط طبقه متوسط به پایین هستش. یعنی کارمند بعد این فشار زندگی کوپونی، فشار زندگی نمیدونم سهمیه‌ای و مواردی از این دست رو تحمل میکرد، کارگر باید تحمل میکرد، اقشار آسیب پذیر اجتماع باید تحمل میکردن، چون مدل ها مدل های کاملا سوسیالیستی حالا با یک ملغمی از همون ترکیب اسلامی و سوسیالیستی بوده. اما اگر شما در طول تمام 30 سال گذشته توجه بکنید، اقتصاد سرمایه‌داری ایران از طبقه متوسط به بالا هیچ وقت تابع این الگو نبود. این سرمایه‌دارها چاپتر شدن، پولدارها پولدارتر شدن، از نوعی به نوعی طبقه حالا پولدار جامعه از اون طبقه مثلا فرض کنید که در گذشته قبل از انقلاب مثلا روابط حالا آدم های چه میدونم خیامی ها که با سرمایه گذاری برنامه ریزی مثلا کمپانی هایی رو میساختن و میذاشتن، اینا نوع سرمایه گذاریشون میاد تبدیل میشه به سرمایه گذاری بازار، فروش واسطه‌گری و پولدار و پولدارتر شد. اشاره کردم به آقای خیامی ها، برادران خیامی و بعداً آقای محمود خیامی که با زحمت بسیار پشتکار و سرمایه اندک به مرور بزرگترین صنایع خودروسازی رو در خاورمیانه پی گذاشتن، ایران ناسیونال چند هزار کارگر و کارکنانی داشت و یک نمونه ای بود از صنایع ایران، صنایع پایه در ایران که داشت میرفت شکل گسترده تر در سطح وسیع تری بگیره که انقلاب آمد و مصادره کرد مثل بقیه صنایع. آقای محمود خیامی که به پاس خدمات به ایران هر جا که هستن در انگلستان یا هر جای دیگه سلامت باشن، همچنان که هر کس که به ایران و مردمان ایران خدمت کرد نامش شافتان و تندرستیش پایدار. کمتر از 2 دقیقه وقت داریم، اما همین راندخاری که اشاره کردیم، این اقتصاد تعریف نهایی چه خواهد بود؟ ببینید جناب چالنگی، الان اشاره کردید، الان من این خبر رو هم بگم که
همین ایران خودرو که همون ایران ناسیونال سابقه 450 میلیارد تومان بدهی دارد و سایپا 273 میلیارد تومان، یعنی وضع به اینجا رسیده. درست است آقای روزبه میگن که در همه اقتصادها بالاخره روابطی است، ولی اونها بر اساس قانون عمل میکنن. در اینجا اقتصاد مسئله مافیایی گرفته بدین دلیل که مسئله رانتخاری هست، انحصارات هست، بخش بزرگی رو به سپاه دادن هست، روابط خصوصی هست. رهبر رژیم 95 میلیارد دلار ثروت از ناحیه اجرای فرمان امام فقط جمع کرده. آخه اینها در هیچ کجای دنیا سابقه نداره، جز این که بگیم اقتصاد. شما دیدید تا حالا مثلا یک کشوری بخواد نفتشو بفروشه، این نفتو بده دست یه آدم که ببره بفروشه که تحریما رو دور بزنه، بعد این آدم پولا رو برداره در؟ آخه یه چنین چیزی رو غیر از این که بگیم اقتصاد مافیایی است و سراسر دزدی و دغلبازی و چپاول هست، چیز دیگری متاسفانه بنده نمیتوانم اسم دیگری بگذارم. سپاسگزارم آقای ممنونم محمدی عزیز و سپاسگزارم آقای اردوان روزبه گرام، با سپاس بسیار از شما. من اشاره کردم به آقای خیامی رو هم بگم که ایشون با از سوی واتیکان مورد تقدیر قرار گرفتن، دیداری داشت با پاپ در واتیکان به خاطر تلاش هایی که برای پیوند مذاهب، پیروان مذاهب، ایجاد فضای آشتی جویانه در دنیای دینی در این جهان از طریق مذاهب داشتن. آقای محمود خیامی، من به آقای بهرام بیضایی اشاره کردم. بعدها پس از انقلاب من مطلبی راجع به نمایش داشتم کتاب جمهور زبان که در خدمت راه احمد شاملوی بزرگ ما در کتاب جمهور بودیم که دیگه اونجا بدون هیچ پروایی نوشتیم و اشکالاتی که بود، که البته ارزش کار آقای بیضایی در زمینه تئاتر بسیار مهم، در زمینه سینما بسیار مهم، اما مثل هر کارگردان، فیلمساز، اهل تئاتری به هر حال باید تن بدن به نقد در اون زمان. هر جا هستن تندرست باشن و سالم و صحیح و همچنان پرکار و همچنان موفق و موفق‌تر. با سپاس بسیار از شما عزیزان بینندگان که ما را دنبال کردین در این برنامه همراه ما بودید. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.